اما در روزهای گذشته مصاحبه از امیر تتلو پخش شد که این مصاحبه با واکنش های زیادی روبرو بود تا لحظات دیگر بهزاد بلور مجری این مصاحبه اینجا خواهد بود تا به سوالات و انتقادات شما پاسخ بده <متحد> بهزاد سلام خوش آمدید به دیدبان واکنشان نسبت به این مصاحبه زیاد بود خیلی تعریف کردن گفتن که یکی از بهترین مصاحبه هایی بوده که تو انجام دادی خیلی هم گفتن اصلا نظرشون نسبت به امیر تطلا عوض شده ولی حالا بریم سراغ سوال ها و انتقاد ها بله من <تص> 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 <Bilder> یه چیزی که خیلی تکرار شده بود واقعا تو هر پلتفرمی که میرفتی از تلگرام، اینستاگرام، توییتر همه جا این سوال مطرح بود که چرا واقعا رفتی سراغ کسی که مردم معتقدن که حرفای سکسیستی میزنه حرفای نجات پرسانه میزنه اهانت میکنه به باورهای مذهبی یا باورهایی که مخالف نظر خودشه چرا این را انتخاب کردی برای مصاحبه؟ والا علتش اینه که امیر تطلو به نظر من اگه نگاه کنیم به اصلا تمام این حرکت جوون از زمان آقای خاتمی اومدن و این بروز کرد لایه های مختلف جامعه ما اونجوری که هست میدین که امیت تطلو در از نماینده نسل ها آدم های مختلف در این چهل سال گذشته ایرانه همش به طور خیلی افراتی و تمام این دنیای خودش که اینستای خودش هست با خودش اینستای خودش امیر تتلو تو اون همش این دنیا رو داره باش کار میکنه هی خودش رو بروز میده برمیگرده و غیر از اون هنرمند بسیار قابلیه هر هفته یکی دو تا آهنگ میده بیرون تمام زندگیش فقط آهنگه و بسیاری باش خاطره داره مثلا همین این دو تا قطب مختلف این آدم و تغییرات این آدم داره میکنه یا امیر تتلو در این ماها و هفته ها خیلی گویای جامعه ماست و جالبه که ما اینو ببینیم باش با صحبت کنیم و خود جامعه بفهمیم که چه تناقضه میتونه با هم داشته باشه سوال دیگه این بود که میگن که کسی رو آوردین توی برنامه که کل صفحه اینستاگرامش پر از عکس دخترای بی هجابه و بعد اجازه دادین که دربار درباره حجابون اون رو بزنه و هیچی هم نگفتین به معروف وسط حرفش نپریدین یا اعتراض نکردین یا به چالش نکشیدینش در مورد مادرش در مورد حجاب مادرش اظهار نظرهایی کرد یا در مورد قتل و تجاوز اون دختر بچه آتنا ولی چرا وقتی که در مورد حجاب اون حرفا زد به چالش نکشیدینش چرا ما این مسابقه دو ساعت و نیم بوده حتی وسطش بلند شدیم رفتیم قهر کردیم آشنی کردیم ولی خب مردم ندیدن هنر در این هستش که شما این طرف چی میگه و درسته به نظر میاد من فقط سوالا کردم کلی سوالات ایگو بوده که حس شده و هنر خبرنگار در اینه که حرف طرف رو بتونید بشن. بشنوید و شما نگاه اون آدم ببینید کار من نیست که اینو بازجویی کنم محاکمش کنم زیر سوال میبرم با, با گذاشتن نمونه های معادلش و توی مصاحبه ما هم به وضوح این گفته شده که من معادل میذارم که تو نظرت اگه اینو میگی پس چرا اینجوری شده و این تناقضای فکری خودش رو در ضمن در مورد حجاب بارها خودش گفت کلمه هجاب به عنوان پوشش استفاده کرد چون خودش هم ذهن مذهبی اصلا نداره و میگه در جامعه ایران در اون کوچه ها برای جمعی از مردان بهتره که فعلا این راهو داشته باشیم تا جامعه به عوض بشه حرفای بسیاری در این زمین زدی و میگه که در جامعه دیگه ای من خودم هستم همه چی آزاده و توی اینستای خودش هم میبینه مخصوصا اتفاقا در این روزهای اخیر تعداد بسیار زیادی دختر بدون حجاب آهنگاشو میخونن واسه نگاه خودش نگاه ضد و نقیز نیست نگاه من... میشه پذیره که همه ما باید داشته باشیم توی یه جای یک شکل میگه جای یه شکل دیگه خب همین دیگه انتقادا به این بود که این رو در مورد ایران که زنها باید محجبه باشن یا پوشش داشته باشن میگه و مثلا به چالش کشیده نمیشه نه به چالش کشیده شده میگم روش شاید من انتخاب میکنم اصلا روش نیست که تماشاچی ایرانی بهش عادت داره من مصابه بسیاری دیدم پر... عصبانی بودن، پرخاشگر بودن، حق به جانب بودن، طرف رو محکوم کردن، آبروش رو بردن، اقرار ازش گرفتن به عنوان یک نوع بازجوی محکوم رو مثلا چالشی میدن دارن که شما مصاحبه هایی ببینید سردبیران ما با قذافی، با بشار اسد مصاحبه کردن کریستیان امانپور، جان سیمسون، اینا وقتی میبینید مصاحبه هایی کلمه ها خیلی واضح، سوال واضحه جوابا خیلی فرامیکره این چیزی که مردم بعد بیشتر دقت کنن تو مصاحبه ها شاید سوالای من به نظرشون چالش نیست و جواب اون کاملا گویای افکار این آدمه و کار من باز کردن افکارش بود یه سوال دیگه هم این بود که وقتی حرفاش تناقض داشت چرا این تناقض ها رو جلوش نمی گرفتی و علت این تناقض ها رو ازش نیپرسیدی؟ برو علت تناقضش واضحه چون دائما در حال تغییره من دو تا مصاحبه دیگه ازش هست و شاید تو اونها بیشتری مشخص می خودشم میگه میگه من دائما در حال تغییرم یه زمان اون فکر رو کردم اونجوری بود الان یه جور دیگه فکر چون تو یه جای دیگه زندگی میکنم فکر کنم امیر تتلون نماینده این هست و آخر صحبت هم گفتیم که مردم باید بدونن چیزا میتونه تغییر کنه چیزا ابدی نیست اون چیزی ما به عنوان غیرت غرور میذاشیم و بزنیم کنات، چیزا قابل تغییر دنیای ما یک زمانی یک سو بود الان هشت زلیه هر زلش با یه جوری رفتار داشته باشی فردا یه جور دیگه فکر میکنی و مصاحبه من کاملا گویای این تغییر شکل نه تا ساعتی تطلو در گفته هاش بود تا تناقضش سوالی من خودم دارم یه جایی توی مصاحبه ازش گفته که تو چطور خواننده هستی گفت من سازندم تو ازش پرسیدی که سازنده جنجال آره بدونم که چقدر برای تو این مصاحبه با سازنده جنجال چه چالش هایی برای تو داشت برای من چالش های بسیار جالب داشت من خیلی بیشتر ایرانی ها رو فهمیدم فهمیدم که چقدر ما عصبانی تر شدیم از گذشته و چقدر چیزها رو خیلی سیاه و سفید میخوایم و در که دنیای ما خیلی خاکستری ها داره و قضاوت های ما بر اساس دانشمون و خاکستری رو میتونه سیاه سفید شخصی ببینه من فهمیدم که ایرانی ها خیلی اکثرشون اصلا نمی‌بینن نمیبینن و طریق امیر من این رو فهمیدم چقدر پرخاش گفتن حتی چقدر میتونه جنبهای مختلف داشته باشه خودشم میبینی یه جا همین هفته پیش کلی من پیغام میگیرم من مدیر امیر هستم به این شکل که به این چقدر فوش داده چرا ازش دفاع کردی فرون که همزمانی که یه سری ناسزا توی این ساش بود آهنگ کودکان کارو داد بیرون یعنی همزمان کلی ویدیو برای آگاهی مردم از وضعیت بچه ها تو خیابونا بود مردم اونو نمیبینن به قول خودش تا من یه فوش میدم همه میگن آها چی گفته ولی هیچ وقت کار سازندگی رو در نظر نمیگیرن این هم من یاد گرفتم که آدما در حال تغییرن و جنبه مثبت و منفیشون رو هر دو رو باید دید ممنونم به حساد بلور تهیه کننده و مجری مصاحبه با امیر تتلو و کنسرت هاش کنسرت و انگاش که می در بی, بی سپاس بله. شما. برسی.